عزیزان دل برنامه صبح و زندگی خوش آمدین و بخش سرود برنامه است و این بار هم بخش سرود ما متفاوت است و حتما شما هم میبینین که سابق که بود در استودیو مهمانان رو دعوت میکردیم میامدن بر ما ترانه های زیبا رو تقدیم میکردن. امروز هم مهمان داریم، ترانه های زیبا رو بر ما تقدیم میکنن ولی در استودیو متفاوت و اجراهای متفاوت میداشته باشه که شما هم میتونین بیننده باشین و کسایی هم که میخواین به صبح و زندگی در بخش سرود اشتراک بکنن، البته یک تیم باید باشین، میتونین به شماره تماس 0700-151-165 هم به تماس شوین، هم در همین نمبر واتساپ است که شما میتونین تمامی مشخصات اگر به برنامه های اشتراک کردن میتونین لینک هایش بفرستن، همکاران ما میبینن و در فرصت مناسب حتما از شما دعوت میکنن. و امروز هم دخترک های بسیار قندول و با استعداد با خود داریم در این بخش که یک بخش ترانه هستن، البته یک تیم ترانه هستن و امروز هم قرار سرودها و ترانه های زیبا را تقدیم ما شما بکنن که چهار دانه دختر بسیار نازنین، البته من نامشون قبل از برنامه پرسان کردم ازشان، کائنات جان است، میلیکا جان است، مینا جان است و رخسار جان. نامایتان خود روز گفتم انشالله. خب کائنات جان خوش آمدی، صحبت بخیر، چطور استی؟ خوش باشی. سلام عرض ادب خدمت هموطنان عزیزم که ما را از پرده تلویزیون بیننده هستم. آرزو دارم که یک صبح خوش را آغاز کرده باشید و یک سلام خاص به شادخت برنامه بسیره جان. بسیار تشکر عزیزم. میلیکا جان تو هم خوش آمدی، قندول صبحت بخیر. تشکر. سلام عرض ادب خدمت همه هموطنان عزیزم، امیدوار هستم که امیدوار هستم که یک صبح دلانگیز را آغاز کرده باشید و یک سلام خاص خدمت مجری برنامه بسیره جان. بسیار تشکر میلیکای قندول. نام معنای نام چیست میلیکا جان؟ معنای نام لقب یکی از پیامبرا بوده. بسیار عالی، بسیار عالی، نام خدا. و مینا جان خودتون خوش آمدی، صبحت بخیر، چطور هستی؟ خوش باشین. سلام های سرشار از مهر و محبت و صمیمیت را تقدیم میکنم خدمت همه بیننده های عزیز و نازنین که همین اکنون ما را از طریق تلویزیون آریانا بیننده هستن و یک سلام سرشار از محبت تقدیم میکنم خدمت خودت بسیره. بسیار تشکر مینه قندول. رخسار جان صبح خودتون بخیر باشه، چطور هستی؟ سلام تقدیم میکنم به هموطنان عزیزم که یک صبح خوب خوش را آغاز کرده باشن و یک سلام خاص به شادخت برنامه ما بسیره جان. تشکر عزیز دلم، چقدر مرا ناز میتن، ما با شما را ناز بودم که از ما خوردستن. خب مینا جان تیم ترانه هستن، شما درباره تیمت بر ما بگو که چقدر وقت میشه با هم یک جای شما سرود میخوانن، ترانه میخوانن، میشه که مایکم داشته باشی از پیش رخسار جان؟ بس ما تقریبا از وقتی که در مکتب یک جای شدیم، در مکتب خصوصی صدای معرفت درس میخوانیم با هم و فعلا که مکاتب نمیریم بسته هست و وقتای پیش که میرفتیم از صنف چهارم ای ترانخانی ما شروع شد، با هم یک تیم ساختیم با کمک استاد ما. سیار عالی. خب امروز هم قرار است بر ما اجرا داشته باشن؟ بله امروز ترانه آمادگی گرفتیم. خب یک دانه ترانه؟ نه چهار دانه ترانه. بسیار خوب. خب برای امروز دیگه یک ترانه تان تقدیم ما کنن که بشنویم. خب ترانه تان یک جایی است میلیکا یا جدا جداسته؟ یک جایی است. هر چهار تان یک جایی میخوانن؟ بسیار خوب، بسیار خیلی. شروع میکنن ترانه تانه؟ بله. خب میشه موضوع ترانه تانه بر ما بگوین چیست؟ درباره وطن است. درباره وطن عزیز ما افغانستان است. بله. خب مطمئن هستم که بیننده ها هم منتظر هستن و ما هم میشنویم از رخسار جان، از میلیکا جان، از مینا جان و از کائنات جان که چی را تقدیم ما میکنن. با این کتاب با این قلم هر رنگ کشور بسازیم، از جنس مهربانی از چشمه محبت باغ وطن خود را بارور بسازیم، پر ثمر بسازیم با هم دیگر بسازیم، وطن دارای گل را کمی خوشتر بسازیم، کمی خوشتر بسازیم، کودک بره و مکتب کارگر بره سر کار، معلم های من هم بیاین شاد بسیار، همگی دست بکارن
باشند شاد و آرام، شاگرد کارهای خود را قشنگ تر بیت انجام، قشنگ تر بیت انجام. با این کتاب با این قلم هر رنگ کشور بسازیم، از جنس مهربانی از چشمه محبت باغ وطن خود را بارور بسازیم، پر ثمر بسازیم، با هم دیگر بسازیم، وطن دارای گل را کمی خوشتر بسازیم، کمی خوشتر بسازیم. درخت و گل بشانیم، قدم قدم بمانیم، زمان سال خوب است اگر او را بدانیم، اگر او را بدانیم. مهر و برادری را به این وطن بیاریم، بر روی سبزه‌هایش مثل باران بباریم. اگر تفنگ گرفته پدران و نیاکان، بر خانه خانه می شد از هر سو تیر باران، از هر سو تیر باران. حالا قلم می گیریم با فکر و عزم محکم، بر اسم جنگ می مانیم، امروز نقطه پایان. اگر آزادی خواهیم از قید و بند هر کس، با هم کلام شویم ما، با جنگ ها بگیم بس، با جنگ ها بگیم بس. با این کتاب با این قلم هر رنگ کشور بسازیم، از جنس مهربانی از چشمه محبت باغ وطن خود را بارور بسازیم، پر ثمر بسازیم، با هم دیگر بسازیم، وطن دارای گل را کمی خوشتر بسازیم، کمی خوشتر بسازیم. به به، چقدر ترانه زیبا را خواندن هر چهارتون، چقدر صدای زیبا داشتن و چقدر حرکات مقبوله که دیش انجام می دادن. خب کی برتون یاد داده بودی ترانه را مینه جان؟ خب با کمک استاد ما تمرین میکنیم روزانه، بعد از او ساعتای 3 تا 4 تمرین داریم. بسیار عالی، 1 ساعت هر روز تمرین میکنن؟ چقدر عالی. کدومتون دیرتر یاد میگیرن ترانه را؟ ما ماشاءالله خوب لایق هستین دیگه. بسیار خوب، آفرین. خب مینه جان، میگن دکلوما میکنی؟ بله. خب چقدر وقت میشه دکلوما میکنی؟ تقریبا 1 سال میشه من دکلوما میکنم. بسیار عالی. کدام شعرا رو زیاد میخونی؟ خوش داری؟ زیادتر شعرهای شاعرا را، به خصوص از مولانا صاحبه. کائنات جان، چی میکنی آل در اوقات بیکاریت، وقتی که بیکار میشی مصروف چی کار هستی؟ همین مصروف کارهای خانه و مصروف درس هایم است. خواه چی میخوانید خانه در از درس ها؟ از درس ها می کتاب های مکتب میخوانم، کورس میخوانم. بسیار خوب، بسیار عالی، نام خدا. کارهای خانه رو انجام میتی؟ بله. کدوم کار زیاد انجام میتی؟ همین دیگه، ظرف شستن. ظرف شستن، خوش تو میای باز یعنی؟ ملیکا چطو؟ کار خانه رو میکنی؟ خواه کدوم کار سرت بزور انجام میتن؟ امی ظرف شستن. ظرف شستن، خوش نداری ظرف شستن؟ خوش دارم خواه، وقتی که حوصله داشته باشه. وقتی که حوصله نداشته باشی دیگه باید انجام بتیش. کدوم وقت ظرف های شب به صبح مونده باشی؟ از صبح هم بچاش؟ اترینی. خب بس کل شک بگو اتری مرا نمیمونن که کل شبانم. خب بسیار تشکر از رخسار جان، از مینه جان، از ملیکا، از کائنات، از که آمدن با صدای زیبایتان ترانه های زیبا رو تقدیم ما کردن. بخیر دیگه هفته آینده باز هم امرای ما میباشین یا نه؟ بله. بسیار خب. خب البته عزیزای دل، شما میتونین که در هفته های آینده باز هم بیننده بخش سرود باشین. حالا برمیگردیم به ادامه برنامه و شما هم میتونین کمی لحظه صبح زندگی رو بیننده باشین.